حمله شهید حسن آقامیری به خیلی از کارشناسای صدا سیما و سخنرانهای حکومتی که برای طرفداری کردن از نظام حتی حاضرن حدیث جعلی از پیامبر و ائمه تولید بکنن. با ما همراه باشید، این صحبتهای جنجالی رو میشنویم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. حسن آقامیری صحبت‌های تندی رو علیه خیلی از سخنران‌های حکومتی انجام داد و گفتش شما برای حفظ نظام حتی حاضرید خلاف اسلام عمل بکنید و به پیامبر هم تهمت بزنید. توی چند وقت اخیر به خصوص بعد از شروع شدن اعتراضات خیلی پیش اومده که کارشناسایی توی صدا سیما اومدن و صحبت‌هایی رو انجام دادن که رفتار نظام و حکومت رو توجیه بکنن. از سرکوب و برخوردی که با معترضان توی چند وقت اخیر شده تا حتی اعدام‌های خیلی از این معترضان که هم ایراد قانونی بهش خیلی‌ها می‌گیرن هم ایراد شرعی. این کارشناسا توی صدا سیما و جاهای مختلف میرن سخنرانی میکنن و برای اینکه این کار نظام رو توجیه بکنن حدیث و روایت‌های جعلی صادر میکنن و میگن زمان پیامبر هم به این شکل بوده و پیامبر دستور به قتل افرادی میداده که علیه اسلام و حکومت اسلامی داشتن اقدام میکردن و ترور و قتل نفس توی اون زمان صدر اسلام هم بوده و پیامبر هم این کار رو تایید میکرده. بریم اول یه نمونش رو بشنویم، بعد دوباره صحبت‌های حسن آقامیری رو در ادامهش گوش میدیم. اسماء بنت مروان همسر یزید ابن زید خاتمی شاعر بود. شاعرم میدونید اون موقع بزرگترین رسانه بود. بر علیه اسلام اشعار ناجوری میسرود، فوری هم پخش میشد. امنیت روانی مسلمان‌ها رو به خطر انداخته بود. حضرت یکی از اصحابش رو مأمور کرد نفوذ کنه داخل قبیله اینها، از یک فرصتی استفاده کنه، غافلگیر کنه، این زن رو بکش و کشتن. حسن آقامیری با حمله به این سخنرانی که توی صدا سیما انجام شد و هدفش این بود که یه جورایی این اعدام‌ها و ترورهایی که انجام میشه و معترضا رو سرکوب میکنن رو توجیه بکنه و بگه در زمان پیامبر هم هر کی خلاف حکومت اسلامی قدم برمی‌داشت و تبلیغ میکرد به بدترین شکل به دستور پیامبر ترور میشد. حسن آقامیری با حمله به این ماجرا گفت پیامبر حتی دشمنان بزرگش که بزرگترین ظلم ها رو در حق خودش و دین اسلام و نزدیکانش انجام داده بود رو هم بخشید. ابو سفیان چندین جنگ رو علیه پیامبر تدارک دید و کلی تلاش و هزینه کرد که نتونه پیامبر اسلام رو جهانیش بکنه، ولی خب موفق نشد و در نهایت حکومت اسلامی توی عربستان برقرار شد. ولی با این حال وقتی پیامبر به قدرت رسید ابو سفیان رو بخشید، قاتل عموش حمزه رو بخشید و هیچ کدوم رو ترور نکرد و اعدام نکرد. ولی خب شما دارید احادیث جعلی مدعی میشید که پیامبر در زمان خودش برای یه شعری که خلاف اسلام بوده شاعرش رو ترور میکرده. بریم با هم صحبت‌های آقامیری رو بشنویم. خاک تو سر ما با این دینی که درست کردیم. چجوری به خود جرأت میدی بشینی توی رسانه رسمی دولتی پیامبر رو ببری زیر سوال بگی ترور کرده؟ خجالت آور میگی. و بعد میگن پیامبر مثلا تایید کرده این کارو. شما خودتون یه ثانیه فکر کنید ببینید اصلا یه همچین پیغمبری چی میشه؟ یا زیارت جامعه دروغه یا این حرف دروغه، یا انک لعلی خلق عظیم قرآن دروغه یا این دروغه، یا اینکه تو حریص هستی به هدایت مردم دروغه یا این دروغه، یعنی یا هزار تا آیه قرآن دروغه یا این حرف دروغه. با خود محاربی که حمله کرده حمزه سید و شهدا رو کشته، پیامبر باش شکار کرد تو فتح مکه نبخشیدش؟ هم هندو بخشید که دستور داده بود، هم وحشی رو بخشید که اجرا کرده بود، هم ابو سفیان رو بخشید که ده ها جنگ علیه پیامبر را انداخته بود، هم مردم مکه رو بخشید، فواد انتوم و طلقا همه رو بخشید. مرد حسابی، تو از پستت میگیرنت نظرت راجع به همه چی عوض میشه. پست تو ازت میگیرن نظرت راجع به همه چی عوض میشه. تریبون تو میگیرن نظرت راجع به همه چی عوض میشه. تو چه نسبتی داری با اهل بیت؟ بچه رو اهل بیت کردی اندازه خودت. مؤمنی که ایمانش میخواد با یه شعر بین بره اصلا باید به ایمان خودش شک کنه. خب دوستان، این بودش صحبت‌های حسن آقامیری و حمله شهیدی که به سخنران‌های حکومتی انجام داده بود. نظرتون رو حتما برای ما راجع به این صحبت‌ها تو بخش کامنت‌ها بنویسید و بهمون بگید چقدر با صحبت‌های آقامیری موافق هستید. به نظرتون چقدر از صحبت‌هاش درسته و آیا این سخنران‌های حکومتی برای حفظ نظامه که این کار رو می‌کنن یا برای منافع خودشونه؟
حتما نظرتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که الان روی صفحه میبینید رو تماشا کنید.